در رابطه با سوال اولتون باید بگم که من تا حدی موافق نظر جناب منظرپور نیستم. فکر میکنم که ما فیلم ها و سریال هایی داشتیم که زن محور بوده و کاراکتر زن کاراکتر بسیار قوی بوده. عنوان مثال میتونم در خود مختارنامه به شخصیت هایی مثل مادر مختار، دوتا زن های مختار، زن اگر اجازه داشته باشم اگر اونجا... اجازه داشته باشم میتونیم اشاره کنیم به سریال رعنای آقای میرباقری. اگر دقیقاً من میخواستم به اون هم اشاره کنم و در بحث فیلم عملاً ما فیلم هایی داشتیم که واقعاً زن محور بوده، مثل فیلم های آقای بیضایی، مثل چند تا از فیلم های آقای کیمیایی، فیلم های دوره قبلش، دهه 60 و نمیشه گفت که زنها عملاً فقط با سینی چای بودند و نقش کلیشه‌ای زن عادی جامعه رو داشتن. به نظر من فیلم‌های زن محور زیاد داشتیم و فیلم‌هایی که به هر حال زنها تونستن حق خودشون رو اونجور که باید داشته باشن و نشون بدن. در رابطه با سوال دومتون باید بگم که شبکه نمایش خانگی در حال حاضر بزرگترین رقیب برای صدا و سیما هستش و این رقابت رو من بسیار مثبت میدونم، به واسطه اینکه به هر حال این رقابت باعث تعالی کیفی سینما و تلویزیون میشه و اگر البته این رقابت به نوعی یک رقابت جوانمردانه باشه طبیعتاً همه چی رو به بالا خواهد رفت و دو طرف رقیب سعی کنن که با بالا بردن کیفی کارهاشون عملاً به رقابت بپردازن، نه زدن از ریشه رقیب. واسه همین فکر میکنم که خب به هر حال کارگردان‌ها هم با توجه به سهولتی که در بخش سینمای خانگی هستش خب طبیعتاً سینمای خانگی رو انتخاب می‌کنن. شما ببینید شاید مهمترین فرق تلویزیون با سینمای خانگی بحث متولی اون هستش که در بحث شبکه خانگی متولی وزارت ارشاد هستش ولی اونور تلویزیون. خب توی بحث ارشاد ممیزی، بازبینی، فیلترینگ، در نهایت اجازه پخش گرفتن خیلی راحت تر هسته. شما همین الان هم اگر فیلم هایی که داره اکران میشه رو نگاه کنید به اون شکل تو قید و بند بحث یک تار موی طرف که بیرون هست یا مدل بستن روسری یا به نوعی فرم پوشش اون شخصیت دیگه به اون شکل مثل قدیم روش فشاری وارد نمیشه. خب تو بحث سریال سازی هم ما میبینیم که این توالی ادامه داره، مثلا در همین سریال شهرزاد که خب الان یک سری از طیف جناح تلویزیون شروع کردن در رابطش به این شکل تضعیف کردن شبکه سینمای خانگی، همین هستش که اومدن به اون سری مسائلی که از نظر خودشون مبنای پخش هستش اشاره میکنن در جهت تضعیف طرف مقابل.